انجام نشده. بحث این سیلور بولتسه. ببین این بحث تحت عنوان حالا سیلور بولت ورسز لید بولت، یعنی گلوله های نقره‌ای و گلوله های سوربی و این داستان ورولف، یعنی داستان گرگینه، یک آدمی که تبدیل به گرگ شده که الان توضیح میدم. این یک داستانه و یک دروغه و یک مدل بد نسبت به فکر کردن به زندگیه که خیلی ضربه میزنه به زندگی و به پیشرفت آدم ها، و چه توی به قول معروف پرسنال، چه تو زندگی شخصی، چه تو برای استارتاپ ها، چه در نهایت برای سوسایتی، برای جامعه، یک به قول معروف مریضی روانی به نظر من. این نگاه من بهش میگم نگاه گلوله های نقره‌ای که راجبش صحبت میکنیم که این اصلا چی هست و اصلا از کجا این اسم اومده. و بعد از یه مثالی که راجب استارتاپ هاست من شروع میکنم و بعد به اینجا میرسم که چرا تو زندگی شخصی اینقدر این بحث مهمیه. ببینین اصلا این که گلوله نقره‌ای و گلوله سوربی چیه. ببینین یه داستانه، یه داستان فولکلور اروپاییه که میگه این فولکلور: A bullet cast from silver is often one of a few weapons that are effective against a werewolf or witch. میگه چی؟ میگه که این یه داستان فولکلور، یه داستان، یه افسانه است که میگه که اگر میخوایم werewolf رو بکشیم، werewolf چیه؟ werewolf این به قول معروف گرگینه، این موجودیه که در این تصویر الان من براتون نشون میدم، این موجود است، یعنی یه آدمیه که گرگ شده. خب این یه عکس دیگه از این ورولف است. چیز نیستش، موجود واقعی نیستش، موجود افسانه‌ایه. اینجا هم میبینید یه دونه ورولفیه که خیلی سیکس پک داره و یه لباس خیلی ساجستیوی هم پوشیده، نمیپوشید اون لباس و حجابش بهتر بودش. خلاصه این میگه که این موجود بدیه، خلاصه که قرار کشته بشه، و میگه که این موجوده تنها راه کشتنش اینه که باید بشه گلوله نقره‌ای بهش شلیک بشه. خب و اینو تو افسانه های ایرانی و تو افسانه هاش هم به شکل مختلف داریم که مثلا به قول معروف میگه یه مشکل خیلی بزرگی که جامعه رو تهدید میکنه و تنها راه شکست دادن این یک ضربه به یک شکل خاصه، مثلا که باید بزنی تو چشش یا بزنی تو زیر گردنش یا مثلا گلولت باید نقره‌ای باشه، به نوع این مشکل رو میاد ریدیوس میکنه به یک راه حل و یک راه حل خیلی خاص، و میگه اگر این شد شد، اگر نشدم هیچی دیگه. خب و میگه باید بگردی اون راه حل رو پیدا کنی. خب و صحبت میگه این چقدر طرز فکر اشتباه و مخربیه و چقدر باعث میشه که تو شخص شما رو خراب کنه، استارتاپتون رو خراب کنه و جامعه رو خراب کنه. خب ادامه تو ویکی‌پدیا رو اگه بخونیم، میگه The term silver bullet is also a metaphor for a simple, seemingly magical solution to a difficult problem. دقیقا این مشکلی که داره میگه، میگه که سیلور بولت توی ادبیات انگلیسی به یه راه حل ساده و ماجیکال، یه راه حل ساده و سریع و ماجیکال، یعنی ماجیکال چی میشه فارسیش؟ کلمش یادم رفته. برای یک مشکل بزرگ، یعنی مشکل خیلی بزرگ داره، یه راه حل خیلی ساده و سریع، به قول معروف یه نبوغی، یک تکنیکی، یک چیز عجیب غریبی کشف کنید که این مشکلتون رو بزنه یهو حل کنه، بهتر کنه دیگه. خب این رو در اینجا نگه دارین، این جادویی ماجیکال میشه ببخشید، این رو در اینجا نگه دارین. من میخوام این که اصلا چرا من علاقه من شدم راجع به این سیلور بولت و لید بولت صحبت کنم، براتون میگم که من از کجا این تاپیک رو پیک کردم. اول برگردیم به تحلیلش. خب یه داستانیه که من اولین بار از این آقای بن هورویتس شنیدم که فاوندرای اندرسون هورویتسه و یک کسایی بوده که سالهای سال توی تک و سیلیکون ولی اینا کار میکرده. یه داستانی نوشته تو بلاگش، مال خیلی وقت پیشم، اصلا بلاگ مال سال 2011 و من براتون یه تیکاشو میخونم تا بفهمین کانسپت چجوری به استارتاپ ربط میکنه، چجوری به زندگی شخصی ربط پیدا میکنه و چجوری به جامعه ربط پیدا میکنه. داستان برمیگرده به اوایل اینترنت. خب یعنی اوایلی که به قول معروف اینترنت داشته رشد پیدا میکرده و هنوز ما چیزی به نام براوزر به اون شکل نداشتیم. یکی از اولین کمپانی هایی که اومد براوزر رو بزنه کمپانی نتسکیپ بود که همین مارک اندریسون جزء کوفاندرش بود. مارک اندریسون که بعدا با بن هورویتس اومدن اندریسون هورویتس بزنه که یکی از بزرگترین فرمای اینوستمنت آمریکا بود، و در اون زمان اینا به قول معروف اینو شروع کردن، به قول معروف اینترنت رو شروع کردن برای کانسول با براوزر، که براوزر این چیزی که امروز همه دارن و تو تایپ میکنن اینترنت میاد اون زمان نبوده. خب بالاخره هر چیزی یکی بعد بسازه در این زمانی. خلاصه این میگه که تو اون زمان
نتسکیپ میاد این رو میسازه و نتسکیپ کمپانی که اینو ساخته به همین دلیل شروع میشه خیلی مورد اقبال وال استریت و استاک مارکت قرار میگیره و شروع میکنه استاکش میره بالا و یک کمپانی میشه که همه میخوان بخرن استاکش رو و میره تو پابلیک مارکت و ناگهان چه اتفاقی میفته؟ ناگهان اتفاقی میفته که همه تا حدی انتظارش داشته اتفاق افتاده. مایکروسافت کمپانی که بزرگترین کمپانی تک و سافتور اون زمان بوده شروع میکنه اینا رو کپی کردن. شروع میکنه اینا رو کپی کردن، نه تنها کپی میکنه که این از اینا بهتر میسازه و نه تنها از اینا بهتر میسازه که پروداکتش رو به صورت مجانی در اختیار کاربر، یعنی پروداکتی که اینا به زحمت ساخته بودن و با ضعف کار میکرده یه ورژن خیلی بهترشو و مجانیش رو میاد مایکروسافت در اختیار دنیا قرار میده. حالا داستان از اینجا شروع میشه. میگه early in my tenure as a product manager for the web server at Netscape که میگه که در ابتدای دوران کاریم که من توی نتسکیپ داشتم کار میکردم این برن هورویتز داستان تعریف کنه. We faced a terrible crisis. ما یه مشکل بزرگ برخوردیم. We just got our hands on Microsoft new web server, internet information server, IIS and benchmarked against our product. Microsoft IIS had every feature that we had, was 5 times faster, and we knew that they were going to give it away for free. میگه که ما فهمیدیم نه تنها اون برازر رو دارن اینها برای مجانی دارن میدن و بهتر از ماست، که دارن اون چیزی که ما به عنوان سرور داشتیم میفروختیم اون رو هم دارن میدن و اون 5 برابر از مال ما بهتره و مجانی هم هست. یعنی تمام چیزی که ما داریم به دنیا میفروشیم و به خاطر این استاک ما کمپانی شکفته، یکی دیگه داره مجانی میده دست مردم. خب رقیب بزرگمون. This might not sound so bad, but we had just gone public 3 months earlier with a story to Wall Street that said, don't worry about Microsoft giving away the browser because we will make money selling server. میگه که oh snap. میگه که داستان بعدیش اینجا نیست، داستان بدترش اینجاست که ما 3 ماه پیش رفته بودیم پابلیک و خب کمپانی پابلیک خیلی منیج کردنش سخت، منیج کردن فایننسش، و به وال استریت گفته بودیم که به قول معروف نگران نباشین که اونا دارن برازر رو مجانی میدن، چون ما پولمون از سرور به دست میاریم. حالا مایکروسافت اومد گفت نه ما نه مجانی، اونم مجانی میدیم. خب خلاصه داستان ادامه پیدا میکنه، میخوام به آخرش برسم. As I explicitly reviewed the plan with my engineering counterpart Bill Turpin, he looked at me as though I was a little kid who had much to learn. اینجا میگه که یه بنده خدای بوده به نام بیل ترپین، میگه که این یارو به قول معروف پیر مغان و چیزشون بوده، آدم به قول معروف سنبالاشون بوده که اینا جوان بودن و داشتن میساختن، اینا رو دیده بوده. خلاصه میگه که شما الان خیلی اکسایتد اینو نشستین دور همون، اینا داشتن فکر میکردن که ما استراتژیمون چی باشه، به قول معروف سیلور بولتمون چی باشه در مقابل مایکروسافت، یک حرکتی بزنیم، یک تکنیکی بزنیم، یک چیزی بگیم، یک مارکتینگ اناونسمنتی، یک فلانی که به قول معروف ضد حمله بزنیم که اینا به ما چیز کردن، ما یک کاری بکنیم. خلاصه این یارو که میگه از ما سنش بالاتر بود و به قول معروف چی میگن چیه دنیا رو دیده بوده، سرد و گرم روزگار رو دیده بوده، میگه که به ما یه جور نگاه کرد که انگار ما یه سری بچه ایم و هنوز چیزهای زیادی برای یاد گرفتن داریم. میگه بیل was a long time veteran of battling Microsoft from his time at Borland and understood what I was trying to do but remained unconvinced. میگه اون کاملا میدونستش که ما میخواییم چه کار کنیم و چیز بود، اصلا براش جالب نبود. به ما گفتش که بن هورویتز those silver bullets that you and Mike are looking for are fine and good. اون گلوله های نقره ای که شما بدون براش هستین خیلی عالی و خیلی خوب. But our web server is 5 times slower. There is no silver bullet that is going to fix that. ولی سولوشنی که ما امروز داریم میدیم به قول سروری که ما داریم میفروشیم 5 برابر کنتره و برای که شما 5 برابر سریع تر بشین هیچ سیلور بولتی وجود نداره. Fine and good, but no, we are going to have to use a lot of lead bullets. Oh snap. این حالا یکم اینجا شعری هم این داستان رو تعریف کرد. میگه که تو زندگی اینجا این رو من داستان رو تموم کنم و برم گردم پوینتر رو به استوری خودمون. لب کلام میگه که شما تو زندگی یه جاهایی هست سیلور بولت میزنیم و خیلی هم عالی و مثلا گلوله نقره اون
تکنیک اصلیتون، اون جینیستون، اون مثلا یک کار خیلی عجیبی انجام میدین و یه موفقیت خیلی بزرگ، یک جامپ خیلی بزرگ میدین و خیلی هم عالی. ولی میگه در زندگی بیشتر وقتها همچین چیزی وجود نداره. یک به قول معروف شما هیچ سیلور بولتی وجود نداره، هیچ به قول معروف گلوله نقره‌ای وجود نداره. شما باید یک مجموعه از گلوله های سوربی رو بزنین و اینا استپ بای استپ همش، استپ شماره 1 2 3 فلان، و تا اینا رو نزنین هم مشکلتون حل نمیشه. خب این لب کلامه. اینجا چرا اصلا این داستان گلوله های نقره اینقدر داستان بزرگی شده و چرا اینقدر این طرز فکره، و من چیزی که میخوام راجع به صحبت کنم بحث یک تکنیک نیست، بحث یک طرز فکر و یک بیماریه که فرد رو میخوره و استارتاپ رو میخوره و جامعه رو میخوره. راجع به این میخوایم صحبت کنیم. ببینین چرا این داستان اینقدر کانکت میکنه. دقیقاً دلیلی که این داستان، دلیلی که اینقدر این مریضی بدیه، دقیقاً همون دلیلی که این خیلی داستان خوبیه. ببینید ما راجع به داستان خوب صحبت کردیم، راجع به قول معروف استوری تلینگ خوب صحبت کردیم و همیشه میگیم استوری تلینگ خوب، داستانگویی خوب، داستانهای خوب داستانهای ساده ان، داستانهایی که همیشه به جای که 10 تا نکته داشته باشن یه نکته دارن، داستانهایی که میان سر اصل مطلب. دقیقاً برعکس عمل، عمل ساده نیست، عمل استپ داره. این رو اگه نگاه کنیم خیلی ساده است، یک استپه، یک دونه گلوله است، نقره‌ای، شما یه جوری پیداش می‌کنید که راجع به پیدا کردنش هم صحبت نمی‌کنه و به قول معروف تمام کاراکتریستیک‌ها یه داستان خوب رو داره، یه مکانیک خوب داره. هر فرد عامه میتونه به فرد کناریش بگه که ببین اون مثلا گرگ بزرگی که حمله کرده که شهر رو بخوره احتیاج به یه گلوله نقره‌ای داره و خیلی داستان راحت منتقل میشه، یه مکانیک خیلی سبکی داره برای انتقال. در حالی که شما اگه بخواید توضیح بدین که واقعا اگه یه گرگ بزرگی به شهر حمله کرده چجوری میشه با این مثلا مبارزه کرد، ممکنه 100 تا استپ باشه و این کامیونیکیت کردن 100 تا استپ کار خیلی سختیه. پوپولیست از اینجا شکل میگیره، حالا راجع به اونم صحبت میکنم. خلاصه اینه که سیلور بولت ثینکینگ، این به قول معروف مایندست اشتباه، راجع به اینه که راه حل رو ردیوس میکنه به یک استپ. خب یعنی به جای که توضیح بده که استپ‌های مختلفه و این استپ‌ها رو هم ساخته میشه، همیشه دنبال یک چیز میگرده، یک راه حل و یک کوانتومی از راه حل میگرده. خب یه مثالش مثلا من همیشه برام جالبه که مثلا مردم راجع به گوگل صحبت میکنن که میگن گوگل چرا موفق شده. خیلی 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 وقتا دیدم حتی انجینیرای خیلی سینیور، خیلی آدمای خیلی پیستو سیلیکون، ولی میگن گوگل یه الگوریتم داشت به نام پیج رنک که این الگوریتم رو زد و این الگوریتم انقدر الگوریتم خوبی بود زد همه رقبا رو از کار برکنار کرد و گوگل شد گوگل و پولدار شدن و فلان. در حالی که ببینید گوگل رو برید داخلش رو نگاه کنین میبینین شور پیج رنک الگوریتم خیلی خوبی بود، خیلی خوب کار کرد، ولی گوگل کشینگ رو بهتر از همه ساخت، اسکیل به قول معروف کرال کردن وب رو اصلا بهتر ساخت، سرعتی که کرال میکرد، سرعتی که آپدیت میکرد کشاش اصلا بهتر بود، سرعتی که ریزالت رو اصلا به شما نشون داد. اینا هر کدومش باید برین بریک داونش کنین، هزار تا مسئله انجینیرینگه که اینا حل کردن. خب سرعت سروراشون بهتر، سرعت سرو کردنشون بهتر بود، پروداکتشون سیمپل تر بود، آرندیشون بهتر بود، پروداکت تکنیکای جدید میدادن بیرون، در حالی که یاهو نمیدونم کی بود، آلتا ویستا بود، کیا بود اون زمان، ما خیلی هم یادم نیست. اینا سالی 100 سالی یه آپدیت میدادن، گوگل هر روز داشت آپدیت میشد، همه چیز رو برد به سمت وب، این باعث شد بتونه سریعتر آپدیت کنه. استراتژیک تینکینگ راجع به گروث اند بزنس، این که مثلا کی باید پاشونو بزنن رو گاز که مارکت شیر بگیرن، کی باید پاشونو بزنن رو گاز که پول در بیارن، اینا رو خیلی خوب بازی کردن. و کالچر کمپانی، هایرینگ، ریکروتینگ، واقعا یک کار بسیار 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 عجیبی، و اینا هزار و یک کار بود که گوگل کرد تا شد این کمپانی که امروز هست. که این کمپانی که امروز هست من زمان 10 سال پیش مثلا به اینجا رسیده بود، کاری ندارم، ولی مردم همیشه دنبال نه که یک دلیل بیان برای مثلا پیروزی ها رو بیان به یک دلیل کاهش بدن و بگن ما اگر که پیروز نشدیم به خاطر که اون یک دلیل. ببینید مریضی اینجا شروع میشه، الان راجبش صحبت میکنم، مریضی اینجا شروع میشه که شما هیچ وقت دنبال اون را حل کوچیک رو نمیرید. بزنید یه چیز بگم بعد راجب این صحبت میکنم. ببین یه ساید افکت کوچیکترش، اول کوچیک رو بگم بعد بزرگ رو بگم، یه ساید افکت کوچیکش اینه که حتی اگر شما
درست باشه حرفتون. خب حتی اگر اینجوری باشه که واقعا یه سیلور بولته، خب که در حقیقت هم میدونیم هیچ وقت هیچ کدوم از این دوتا نیست، همیشه یک چند تا سیلور بولته، یه تعداد زیادی هم لید بولته و ترکیب از این دوتاست که همیشه کار میکنه. آره فیسبوک هم دقیقا همینطوره، راجع فیسبوک حتی بیشتر هم تا من صحبت کنم. ساید افکت اینه که اونایی که خیلی فوکس میکنن روی این سیلور بولته، حتی اگر حرفشون درست باشه که بعضی وقتا هم درسته، مشکلش اینه که وقتی یک با یک تکنیک شما به یک جای رسیدین و یک چیزی رو ساختین، به محض اینکه موفق شدین و بزرگ شدین، بقیه هم اینو کپی میکنن و مارجین شما حذف میشه و شما بیسیکلی میشین صفر خیلی سریع. خب در حالی که اگر شما تعداد بولتاتون زیاد بشه، خیلی سخت کپی شدنتون. این هم یکی از ساید افکتاشه. حالا راجع به این میخوام صحبت کنم، تیکه آخر لایو و تیکه آخر، که چرا این اینقدر طرز فکر خطرناکیه برای یک شخص، برای یک استارتاپ، برای یک جامعه. این که شما دائم زندگیتون رو در پس پیدا کردن اون سیلور بولت، منتظر اون لحظه به قول معروف طلایی و اون آیدیای جینیس، اون مثلا نبوغ، لحظه نبوغی که یک ایده بسیار عجیبی تو ذهنتون برسه یا یک اتفاقی بیفته که به اون استپ فانکشن بپنید به طبقه ده نرده میگذری، در حالی که در حقیقت تو زندگی پرفکت مومنت وجود نداره برای هیچ چیزی. خب هیچ چیزی یک دفعه مثلا به اون اوج خودش نمیرسه، استپ داره. خب و این اینکریمنتال تینکینگ، این که اینکریمنتال تینکینگ که واقعا باعث سبانی تمام اتفاقات خوب تو دنیاست، رو تو شما میکشه. خب کلن چیزی که میخوام بگم اینه که اون لید بولت، اون ایده گلوله های سوربی، یک عالم گلوله های مختلف زدن، داستان سختیه ولی در عمل ساده تره. چرا؟ شما اگه با من داستانی نگاه کنیم، او کی حوصله داره مثلا 100 تای هر روز بلندش اینو بزنه، روزه من آخرش چی میشه، محلی 3 چیه، محلی 4 چیه که بزنه. وقتی صحبتش رو کنیم این خیلی سخته، اون نقره یه خیلی آسونه، ولی در عمل این سوربیه خیلی ساده تره، به خاطر که شما میدونین هر روز باید بلند شین و ساعتای کاری دارین و تون ساعتای کاری بلند میشین و بهترین ورژنی، حالا بهترین ورژنی از اون استپی که میتونین انجام بدین انجام بدین، اون میشه گلوله یه سوربی اون روزتون. خب سعی می‌کنین استراتژیک باشین، سعی می‌کنین کریتیو باشین و سعی می‌کنین بهترین ورژنی از اون گلوله یه سوربی که در اون روز بالاخره میتونین بزنین و شلیک کنین به سمت اون دشمنتون، به سمت هدفتون فلان، و در این حال هم فکر میکنین که حالا یک زمانی اون گلوله نقره‌ای هم بهش فکر میکنین. خب ولی نمیشین منتظر اون. خب این به قول معروف فرهنگ انتظار رو، این فرهنگ انتظار میکشه جوامع رو، خب، و خالی میکنه از درون. و جوامعی که حالا به این چیز سوسایتالش میخوام برسم، جامعه هایی که اعتقاد پیدا میکنن به این داستان سیلور بولت، جامعه هستند که فراموش میکنن این اینکریمنتال تینکینگ رو، فراموش میکنن این تفکر مرحله مرحله ای رو، فراموش میکنن که هر روز باید کار انجام بدن، هر روز باید یک ذره به سمت هدفشون حرکت کنن، و این جوامع کم کم شروع میکنن به ریجکت کردن اون آدم هایی که کار استپ با استپ انجامه. اون آدم ها کیان؟ ساینتیستان، دانشمندان، مهندسان، آنترپرنوران، آدمای اقتصاددانن، آدمایی که ساختمونا رو میسازن، آدمایی که سیب زمینی میکارن، آدمایی که مغازه ها رو باز میکنن، آدمایی که آدمای پرکتیکالن و هر روز صبح بلند میشن و اون لید بولتشون رو شلیک میکنن و جامعه رو یک استپ به سمت جلو حرکت بدن. این آدم ها در جامعه کم کم ریجکت میشن، این طرز تفکر ریجکت میشه، و زمانی که به قول معروف جامعه خالی میشه و این آدم هایی که به قول معروف جامعه رو به سمت درستن حرکت میدن صداشون شنیده نمیشه، اینجا جامعه توهی، جامعه است که آماده برای تهاجم شارلاتان ها قرار میگیره. شارلاتان کیه؟ شارلاتان کسیه که تو سال 2021 میاد به مردم نمیدونم توی دیسنترالند و نمیدونم NFT فلان میفروشه، عکس میمون رو برای چند میلیون میفروشه، حالا اصلا کاری ندارم با NFT، من کلا موافقم، ولی یا پکیج نمیدونم پیشرفت در یک روز، اینو بکش بالا اونو بده پایین، نمیدونم پکیج منو بخر خوشبخت میشی، یا نمیدونم شیت کوین بخر یا فلان، دنبال تو یک لحظه تمام اون اتفاقاتی که تو سالها شکست خورده داشت به
برسه رو بهش دادن با یک سلوشن مجانیه. این جامعه تو سال 2021 شت کوین میخره و اصلا هم تعجب نکنین که همچین جامعه‌ای تو 1357 یه فردی با یک به قول معروف سواری و یک آفتابه صورتی از پاریس پرواز کنه و بیاد بشینه تو کشورشون و بهشون بگه که من آبتون رو مجانی میکنم، برقتون رو مجانی میکنم، گازتون رو مجانی میکنم، اونایی که بقیه به شما گفتن استپ 1 و 2 اونا رو بریز دور، اونا حالیشون نمیشه، من همه رو مجانی میکنم، چرا مثلا قیمت رو بیاریم پایین وقتی میشه مجانیش کرد؟ خب و جامعه ازش سوال نمیکنه که این مراحل چیه، مراحل مرحله 1 چیه، مرحله 2 چیه، مرحله 3 چیه، آیا شما که برق مجانی میکنی به یک مثلا فیزیک جدیدی در پاریس برای خودت کشف کردی، آیا اون دار و دسته شما مثلا قوانین ترمودینامیک رو زیر پا گذاشتن، چجوری میخوای مثلا الکتریسیته رو از جنراتور بکشین به خونه بدون مصرف کردن به قول یک هزینه یا این اقتصاد، این دلتا از کجا شما تولید میکنی؟ جامعه این سوالا رو نمیکنه. جامعه فال این لاف شده، در عشق این گلوله های نقره‌ای قرار داره، در عشق این منجی و اون فردی که میاد و جوابهای ساده داره برای مشکلات بزرگ. و این میگم یک مریضی بسیار بزرگ، یک مریضی بسیار مریضی که تو فرد هست، توی استارتاپ هست، توی کمپانی هست و توی به قول معروف جامعه در نهایت میبینیم هست. و چیزی که اذیت میکنه و با این مریضی رو میگم حالا یکم به قول معروف کانسرسش میکنه، حالا بحث با بحث قبل میگم قاطی میشه، سرطانیش میکنه، اینه که جوامعی که اسیر این طرز تفکر میشن، آدمهایی که اسیر این طرز تفکر میشن، هر روزی که میگذره به خاطر اینکه دیروز محله 5 رو به 6 نرفته، پیروز محله 4 رو به محله 5 نرفته، هر روز از اون هدفش دورتر میشه و هر روز این ایده‌ای لید بولت، این ایده‌ای استپ بای استپ، ایده‌ای اینکریمنتالیسم، ایده‌ای گلوله‌های سربی براش کمتر و کمتر جذاب میشه به خاطر که فاصله‌اش با هدف بیشتر شده و به قول معروف سوراخ‌های شخصیتیش برای پذیرش اون شارلاتان، برای پذیرش اون استوری ساده برای رسیدن به یه راه حل خیلی بزرگ بیشتر و بیشتر میشه و این هیچ وقت هیچ انتهایی نخواهد داشت این داستان. خلاصه و اینو میگم توی مثلا من توی استارتاپ هم خیلی میبینم، مثلا میرم صحبت میکنم میگم که مثلا چی میام، مثلا میگم ما یه ایده داریم، مثلا خب میگم اوکی، اولا که کسایی که میگم ما یه ایده داریم they're so fucking out of their mind، مثلا تو تایل 2023 اصلا یه حرف خیلی عجب غریبیه، این حرف خیلی هم نمیفهمن که چرا حرف بی خودیه این. یه ایده داریم، بعد میگم خب مثلا چیکار کردی، رفتی کدشو زدی، رفتی مثلا صحبت کردی با کی، مثلا رفتی ریسرچ کردی فلان، نه میگم ما ایده، من منتظرم که مثلا یه اینوستر بیاد به من پول بده، مثلا اینجوری دنیا کار نمیکنه که در یه لحظه یه اتفاقی بیفته مثلا تو، یا نه مثلا من یکی بیاد برام بسازه مثلا اینو، مثلا کسی نمیاد برای تو، تو باید خود بری محله 1 محله 2 برو امشب مثلا 10 خط از کدو بزن، فردا 100 خطشو بزن، بعد برو چهار تا پکیج، اینجوری کار دنیا انجام میشه، اینجوری نیستش که یهو یه اتفاق خوبی برای تو زندگی بیفته و تو بری محله بعد. خلاصه تو استارتاپ که خیلی معنی میبینم، مثلا در 5 سال واسطه روی ایده من میگه که من منتظرم مثلا اینوستر بیاد به من پول بده. و بخوام بحث رو ببندم اینه که من شخصیتا و به قول معروف داخل خودم اصلا مخالفتی با اون بحث سیلور بولت ندارم و خیلی من اتفاقا بهش اعتقاد دارم که خب شما باید دنبال اون هم باشین، یعنی یک استراتژی خوب برای رسیدن به یک پیروزی بزرگ از درون هر دو اینها میگذره. خب و مثال فوتبالیش هم مثلا، حالا میگم مثلا یه تیمی مثل چه میدونم بارسلونا که داره بازی میکنه، بایرن مونیخ داره بازی میکنه، یک ترکیبی از این دو تا است، یعنی 90 دقیقه اینا دفاع رو انجام میدن، کارهای بیسیک رو انجام میدن، استپا رو میرن، فشار میارن، پاس میدن چپ راست و دنبال اون یه لحظه میگردن که مثلا اون چیزی که تو تمرین، حالا اون جینیسی که یه بازیکنی داره بتونه توپ رو برداره چهار تا دریبل بزنه یا اون فضا، دنبال اونم هستن. و اتفاقا نه تنها این دو تا متناقض نیستن که به هم کمک کننده هستن، یعنی اون
در نهایت اون گلوله نقره‌ای هم که شلیک میشه اگر بخواد کارسازی داشته باشه احتیاج داره به اینکه قبلش گلوله های سربی رو زده باشه. و این یک ترکیبی از این هاست همیشه زندگی. هیچ وقت یعنی من مخالف سیلوره نیستم، مخالف این طرز تفکر این که فقط دنبال اون یه استفه باشین، دنبال با اون مشکل. من کل زندگی من الان گشتم بودیم که بالاخره پروتئین دیزاین کنیم و بره داخل بدن و مثلا که به نظر این خودش یه سیلور بولت تور میاد در نهایت، ولی این سیلور بولت، این گلوله نقره‌ای که شما میخواییم بسازین، من میدونم که من بعد هر روز بلند شم برم مثلا دیتای پروتئینا رو جذب کنم، هزار یه جور دیتا چیز کنیم، این مدل ای آی رو این بسازیم، نمیدونم LLM بسازیم که سیکونسش رو بفهمه، بریم الگوریتمای ویژن رو کار کنیم که این 3D شیپ رو بفهمه، با لبا صحبت کنیم، بعد همینا رو یه نفر نمیتونه انجام بده، بعد استارتاپ بزنی، بعد بری پول ریز کنی، بعد بری آدم هایر کنی، بعد بری میری این کارو کن، با اون برو اون کارو کن، با این دعوا کن، با اون فلان کن، با برو با انویدیا صحبت کن، برو با مایکروسافت، هزار و یک استپ داره، یعنی حساب هر کدوم از اینا هزار و یک استپ داره و در نهایت اون گلوله نقره‌ای هم بخوام یه چیز نگاه کنیم، خودش تشکیل شده از هزار و یک گلوله سربی و تنها راهی که کار میکنه اینه. و اگه میخواین چیز بشین از این بیاین بیرون، منتظر اون یک فلانی که قراره یه فلانی انجام بده نباشین تو زندگی. این فرهنگ انتظار. خلاصه و دائما شما چلیک میکنین گلوله های سربیتون و فکر میکنین به گلوله های نقره‌تون، میرین کاراتون رو انجام میدین در روز و بعدش میرین بینش راه میرین قدم میزنین، فکر میکنین که اون ایده های خوبتون، اون ایده های بزرگترتون چیه و در نهایت پیروزی یک ترکیبی از هر دوی اینها خواهد بود و یکیش دائم داره انجام میشه، اون یکی منتظر لحظه هاش باید بشه و هر دو رو باید انجام بدین. anyway، این هم یه بحثی بود که میگم یه ترکیبی بود از اون چیزی که از بلاگ بن هورویتس من خیلی وقت پیش خونده بودم و چیزایی که خودم فکر کردم تو زندگی خودم و گفتم شیر کنم، فکر کنم بدم.